حالا گوش کن ببین چی میگم. فریدون، من اصلا راضی نیستم باباتون زن بگیره. به فرهادم بگو. شما نباید بذارین نصرت زن بگیره. فهمیدی؟ آره فهمیدم. باشه. جستکی بگیر بر خودت. جستک این چیه؟ یه جست قشنگه. یه نمیخوای یه عکس خوشگل ازت بگیرم؟ چرا؟ خب یه جست بشین رو اون میله، رو شیر آب. رو این؟ آره اون که دیده نمیشه. بشین بابا یه جای بگو با مشقت. ببین میخوام خوشگل بشه عکست. نه این وری، این وری، این وری، این وری کامل. بچرخ بچرخ. باز پاتو بده بالا. آفرین. پاتو بده بالا. حالا اون ور رو نگاه کن. نه نه، حالا آها اون ور رو نگاه کن. حالا یواش سرتو به چرخون، بخند. خیلی درفیته. نه ببین، نه جدی درفیته. درفی چیه؟ ببین اینجوری نگاه کن. بذار من خودم یه این چه خیلی هم قشنگه. خب من یه جست خودم بگیم. خودت بگی. جست مردونه درست. من چیزی که بهت میگم برای که یه چیزی بلدم. برم 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 برو. از پایین یواش میام برم. آماده ای؟ برو بخن. نه نه زیاد نه، یه ذره کمش کن. آها 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 خب آماده ای؟ عکسش خوب میشه ها؟ آره 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 خوب آد قشنگ حوض بیفته. اینو میخوام میبری آلمان؟ آره آره همه چی معلومه. خب یک دو فرهاد، فرهاد یه خبر خیلی جالب برات دارم. خبر؟ چی؟ نه کلا عکس رو بگیر. نه نه چی رو؟ ها یه عکس رو ببین، ها میدونی چی با من حرف زد؟ به حالا بعدن میگی که بابا یه نقه بزن عکس ازت میگیرم. خب عکس؟ تو چرا اینجوری نشستی اینجا؟ داریم عکس میگیریم، بگیر آقا جون، عکس بی عکس بلند شو جونم، برو دنبال کارت. پاشو برو، من یه کار خصوصی با فرهاد. بابا جون هر کی دوست دارین این عکستو اما بگیر. دیدی میگم اوکی هستی؟ نمیگیری؟ الان نه. بیا برو. باش. چونه نزد. این باب داره بخشیشه. بخشی بابایی. بلش کن. نه. بیماری. بلش کن. ببین چی میگم. یه خبر جالب نه. حالا جا میاد. من رو گوش کن. آه بگو. میدونی الان کی با من حرف زد؟ کی؟ الان تو حال مامان حبیبه با من حرف زد. کی؟ مامان حبیبه با من حرف زد. مامان حبیبه؟ آره. به جون تو راست میگم خودش بود. دروغ نگو بابا. میگم جون فری خودش بود. دروغ؟ نه جون فری. میگم جون فری خودش بود. قشنگ صدا واضح با من حرف زد. خب. میدونی چی گفت؟ ها. گفت تو و فرهاد نباید بذارین که آقا جون زن بگیره. ببین اگه میخوای با این دروغا من اینجا بمونم، داداش من تصمیم من عوض نمیشه. من بمون نیستم، کار دارم. ببین عزیز من، مامان فرامرز و گلی اومده به خوابشون گفته شما باید برید برای آقا جون زن بگیرید. مامان همین که با من صحبت کرد گفتش تو و فرهاد وظیفه دارید برید نذارید آقا جون زن بگیره. فهمیدی؟ خب چرا به من نگفت؟ حتی نداشت خواسته به من بگه. دیگه الکی برای خودت همینجوری نبافت دیگه. شاید بخواد. اولا که مادر از همه بیشتر منو قبول داشت. اینو قبول داری؟ ببین به خاطر حالا تعریف از خودم نباشه. من یه ویژگی ها و یه امتیازهای خاصی داشتم که مامان حبیبه همیشه رو این قضیه تاکید میکرد و به خاطر این منو چون قبول داشت مطمئنن اگر میخواست به من میگفت. متوجه ای فری جان؟ شما چون امتیاز داشتید، فرنگ رفتید، حال... اومدید حالا از این حرفا این بوده درست؟ ولی من و تو وظیفه داریم نذاریم آقا جون زن بگیره.
من نمیمونم. همینی که بهت گفتم، تو میخوای به من کمک بکن، میخوای کمک نکن، من به تنهاییم شده نمیذارم آقا جون زن بگیره، متوجه شدی؟ آه برادرس آقا ول کن تو هم دیگه، عجب گیری هستی احسیریش. اتاق علیرضا پر شده آقا. میدونم. بس نیست؟ نه هنوز نه. این از گشتاسب و علیرضا هنوز خبری نشده. میان من باید تلفن رو قطع کنم. چرا؟ یه نفر داره به حرفای ما گوش میکنه. کسی اینجا، من تنهام، کسی اینجا نیست. الو الو کسی اینجاست؟ میگم کسی اینجاست؟ ناراحت باشه سفر، هیچ کی اینجا نیست. سلام چه؟ ببینم ببینم جام؟ ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ راستش کار خاصی نمیکردم، داشتم حرفای شما رو گوش میدادم. حرفای منو؟ آره کلک، با کی حرف میزدی؟ به تو چه مربوطه؟ خب بگو اینا کیان کردی تو اتاق؟ بگو دیگه این کارا چیه میکنی؟ خیلی بدونی؟ خب آره اگه بگیم ما هم میفهمیم، با هم حال میکنیم دیگه. بگو کیان. یاد بگم. جدی میگی؟ جدی هم میگی؟ قربونت برم. میگی؟ خب بگو. گوشتو بیار جلو. بیا. مگه نمیخوای بدونی کی این توه؟ آرزو بی آرزو تموم شد. بابا قرد کردم بسف کن. چی شده؟ چی شده آقا جون؟ سلام، من تو اتاقم بودم صدای شهروز شنیدم، دیدم جیغ و داد میکنه، این اومدم بیرون. طوری شده شهروز جان؟ چی شده؟ آجا من هم خالی بنی ها، تو الان داشت گوشه منو میکرد، داشت منو میکشت، میخوای منو بکشه؟ من گوشه تو رو گرفته بودم. الان گوشه منم جدا چی میکردم تو دوتا؟ تو اونجا، من اینجا چجوری گوشه تو میگرفتم؟ آجا من خالی بنی هم. تو اونجا گوشه منو نگرفته بودی؟ برای این دیوانه رو ببرین، حالم داره به هم میخوره، حوصله ندارم. بابا این داشت منو میکشه، وقت من دیوانه نگاه کن، گوشه منو نگاه کن. آره آقا جان مریضی بود، خود تو دکتر نشون بده. بیا بری ببخشید. تو هم جوان هستایی، خطر داره، خطر داره. بیا تو چیه؟ آقا جون من با زنگ گرفتن شما مخالفم، اگه شما بخواید. باره بابا تو هم حوصله داری تو این رو بیر زنگ گرفتنت مخالفم. عجب وضعیتی شده. خیلی بد جوری، خیلی ها داغانه وضعیت، همه چی به همه چیزه هست. حالا باید یک کاری کرد دیگه. چی کار بکنیم؟ بگو چی کار بکنیم. نمیدونم. شما که عقل کلی و قبرس تجربه فراوان و همه جوری، بفرمین چی کار بکنیم. آن آقا نمیدونم اصلا به یک قیافه بهتون میگم آقا فریدونا، داشت منو به زور میکرد تو اتاق، خب شما رو که دیدی اصلا از این رو به اون رو شد. من اینقدر ترسیده بودم، خیلی خفم بود. خب اصلا این چشاش وقت زده، این سیبیلا از بناگوش در رفته، اصلا یه وضعی نزن. یا ببین چه وضعی. من اگه خودم با چشای خودم ندیده بودم اصلا باورم نمیشد، یعنی حرف شهروز باور نمیکردم، ولی دیدم و این یه واقعیتیه که اتفاق افتاده و یه جوری باید بالاخره چشمشی گره. البته من فکر کنم اینایی که همه شما میگید یه جور توهم خیالاته. میدونید خواهشن از این توهماتتون اصلا با آقا جون نگید، چون من الان دارم میرم، اگه آقا جون بفهمید شما اینقدر مشنگ شدید اوضاعش خرابتر از اینا میشه. نگید توهم. البته من فکر کنم همچین توهم نباشه، من فکر کنم یه بررسی باید بکنیم بالاخره. آره
اون وقت تو توی همچین موقعیتی میخوای ما رو تنها بذاری و برگردی آلمان؟ خیلی خوبی. نه اتفاقا من تو همچین موقعیتی بهتر میدونم که برم. واقعا که تو خیلی بیرحمی، اصلا به فکر آقا جون نیستی. چرا فکر آقا جون هستم ولی کاری از من بر نمیاد دیگه. بچه جای اراجیف گفتم بریم ببینیم کیه تو تا قلی رزاست. باشه بابا تو بس که حواست نیست، در قفله، ما هم کلید نداریم، جلو آقا جونم نمیشه در رو بشکنیم بریم. خب خنگ الان میریم، کاملیا همه کلیدها رو داره، میریم مخشو میزنیم، میریم در رو واکنیم. واقعا که بریم گده داره کلیدها رو بابا، هر کلی که همه اتاقا رو کلیداشو داره. خیلی خب پس بریم. بیاییم با من بیاییم، همه کلیدها دست خودم، الان در رو باز میکنم تا خیالت راحت راحت باشه که هیچ مونجا نیست. نترسی من دارم بر میگردم. برو تو خواه، تو این حال نمیذارم. گوش کن. چیه؟ تو اگه نمیخوای بری ببینی چه خبره، اقلن کلیدار بده ما بریم ببینیم چه خبره. صد سال کلید به شما نمیدن، تحویل منه. اقلن ما میخوام ببینیم یا آقا جون نار میندازه تو اتاق چیه قضیه. کسی گرفت نگرفته بری ببینیم. آقا لااقل خودت بیا بریم در واکن با کلیدات ما ببینیم چه خبره. من نمیام، خودتون بریم ببینیم. فرابر تو بهش ببینیم. بابا ما کلید نداریم. نداریم کلید. این مشکل منه، مشکل شماست. به به آقا خارجیکی هم شده مشکل شماست. آقا جان یور پرابلم. من باهاتم خوبه، اگه اتفاقی افتاد مواظبتم خوبه. راست میگه. نه خوبه کاملیا، نه ترس برو ابدا. صد پشتتم من، صد صفامو اینجا نمیذارم. من پشتتم، من نمیرم تو. من برو چرا نمیذارم. چه نیست؟ من نمیرم. ببین ما باید تحت این قضیه رو در بیاریم. یه بریم تو با هم. من نمیرم، میگم بیرم. بابا این داشتان یه دردش دارم. ببین بچه ها من و فردی میریم تو. شما اینجا مراقب باشید. باشه؟ آره. من کسی من چی میزنم چون بیرم باشه باشه بزن. نو صد خانومت سوت بزن. باشه سوت یاد نرا. پنجا نمیشه. 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 باز نمیشه؟ نه نمیشه دیگه. چرا نمیشه؟ از من میپرسی؟ من چه میدونم چرا نمیشه؟ مگه تو کلید این اتاقا رو نداری؟ کلید اتاقا دارم، همش هم میشناسم. من باید ببینم که کلید اتاقا رو نشناسم. اینا 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 اون کلیدش نیست که میندازی، چرا باز نمیکنه؟ از من میپرسی؟ ببین من یه چیزی مشکوک شدم. از کی باید بپرسی؟ نه اول از اون سوال کن. ببین مثلا از یه چیزی مشکوکم. این من حس میکنم آقا جون علیرضا و گشتاس بو خب انداخته تو اون اتاق، حبسشون کرده، در روشون قفل کرده، قفلم عوض کرده که ما نتونیم در باز کنیم. جدی؟ من حسم اینه. نمیدونم سب کنم بعد نمیگه سب کنم. آره اصلا یه مدت من اینجوری مشکوک شدم به همه چی. تو هم علیزا گشتاس بلندتر گوش. بلندتر صداش کن. خب گشتاس ماییم. گشتاس 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 ماییم. گشتاس اونجاست؟ آره. نه نه خب پس برای چی صداش کردین؟ چی گشتاس رو صدا کرد؟ خیال کرد؟ آره میدونی چه، من فهمیدم. فکر کنم از بس فکر گشتاس به این دائم فکر میکنه یه نفر داره گشتاس رو صدا میزنه. آره بیا ببین اینجا اصلا شماها اونجا چه کار میکنی؟ بیا من ببینم اونجا چه خبره. بذاری من ببینم. چه خبره؟ چیزی نه. هیچ چیکاری خانم بیا کنار، خبری نیست.
بعد تو چرا سود میزنی؟ من سود نزدم داش، کی سود زد؟ بری خانم، بری خانم، بری کنم. شما اینجا چیکار میکنی؟ ما خیلی آدم های زایی هستین. خب بشنوی میگه چطوری مثلا نمیشنوی دیگه. شنیدی این همه سود زدم زایی کردیم. برو بیرون جان، برو بیرون. چم گفتم اینجا چیکار میکنین شما؟ راست میگه گار چهره خانم، نصرت خان درست میگه. اینجا چیکار میکنی تو؟ چیکار داری؟ من کاری نداشتم اینجا آقا جون. دم اینا یه دارن دستگیر دستکاری میکنن. گفتم ببینم این تو چه خبره. آقا جون، آقا جون، این میکاییل ما رو با زور آورد اینجا که این تو چه خبره فلان. می‌خواستم ببینم چه خبره. آره. هیچ خبری نیست. میش او اتاق علی رضا رو تالا نیدی. چون نیستش، برای اینکه کسی نره کثیف نکنه من درو قفل کردم. همین بیان کنار دیگه هم دست بهمون در نزنی. این صدا چی؟ صدای نمید. صدا آمده. هر صدایی اینجا تخت. اصلا شما اینجا چی کار میکنی؟ من قرار نبوده فکر زن گرفتن واسه من باشی. این زن گرفتنتون؟ ولی خانم، به جای اینکه اینجا وایسی با برادرات کاراگا بازی دراری، برو یه لیست تهیه کن از زنایی که امکان ازدواج شما من است. یه بشین مشورت کنیم، دور هم صحبت کنیم، یکشون انتخاب کنیم، یه کار مثبت کرده باشی. بی برو. بیا بری دیگه. خدا. باش. سلام علیکم. آقا جون حسابی تیر کرده برای زن گرفتنه. با مگه رو جنازه من رد شه؟ مگه من دیگه میذارم آقا جون زن بگیره؟ اون وقت زن گرفتن نوشه، برادر من، نه خوده. حالا بیخیال شو بابا، حتما یه حکمتی داره که مامان ما میاد به خوابمون میگه برای آقا جونتون زن بگیرین. یک هیچ حکمتی نداره. هیچ. مامان ما اومد به خواب ما گفت نذارین آقا جون زن بگیره. این حکمت نداره، اون داره. اگه کسی بخواد توی خونه زن بگیره خون به پا میکنم. خیلی خب بابا، صداتو بیار پایین داداش. ببین داداش، بله، چه موافقه چه مخالف، صداشو در نیار. الان تو این موقعیت که آقا جون حواسش به زن گرفتنه، بهترین موقعیت ما بفهمیم تو خونه چه خبره. اتاق علیرضا این سر صدا از کجا میاد؟ اونجا رو از وقتی که اسم زن گرفتن تو این خونه اومده، ببین آقا جون سه سر حال شده. ما هم بودیم سر حال. نه نه، همین آنیتا رو خط زدی کافی و مریم باشه. باشه. آنیتا رو بزن تو لیست من، گلچهره. ها. آنیتا رو بزن تو لیست من. باشه، میذارم تو لیست تو، اشکال نداره. خب. محبوبه. محبوبه کیه؟ خواهر آقای رحمانی. ای گل جان که خیلی جوونه. نه. دیگه. چه بچه، طفل سنی نداره. چند سالشه؟ 39 سال. بعد عمری میخواین واسه ما زن بگیرین یا مادر بزرگ؟ آقاشون مادر بزرگ چیه؟ تفلی فقط 39 سالش، جوونه. زمان ما زنی که 39 سالش بود سه تا نوه داشت. خب گلی جان بس محبوبه رو خط بزن. باش. نه نه خط نزن، همون کناره جایی بنویسم. همون آنیتا رو خط زدی کافیه. محبوبه رو آنیتا رو بزن تو لیست من. بعد نصرت خانم دیدی این میخواد دو تا زن بگیره. هر کی تو لیست هست نصرت خانم میخواد بگیره. ببینید حرف بزن، پاشو برو بیرون. آقا این چرا باید دخالت کنه؟ غریبه داخل بودی که آقا خیلی یه دقیقه حرف ازن. حسینه چرا راش دادین اینجا؟ آقا جی بگو تو زن میخوام. بگو بذار از من کارم را بیفته دیگه. خب بعدی طلعت چطوره؟ کدوم طلعت؟ بگی بشین بابا، دختر آقای طالعی رو میگه. میکنید اونو میگی؟ یه خال رو صورتش. بله خوبه، خیلی خوبه. خب بگی بشین. بنویس. ببین اون که 28 سالش بیشتر نیست. آخه آره. ولی آقا جون یه بار ازدواج کرده، شوهرش هم فوت شده تفلکی. آره بیچاره. خب حالا اون ور بنویس. بنویسم. آره همین آنیتا قزدی کافی. آقا من میگم این میخواد هر کی از بگیره، شما بگین نه. باز تو حرف زدی. شما رو بیرون. آقا جون کاکلی، اصلا میدونین قضیه ای آنیتا چیه؟
نمیدونی 80 سالشه. خطش بزن، خط نمیدونی نو صفرا اینجا اون طرف خط بزن. نوشتم جلکی نو صد خان جلکی. یه دقیقه ساکت باش بذار به کارمون برسی. خب نو صفرا چی خوبه داری ور میدارین دیگه. لیست شما رو نگاه، لیست من رو نگاه. باش آقا جون ساکت باش. بعدی خب. بعدی لادن. بهت یاد ندادم داریم وارد یه اتاق میشی در بزنی؟ اهن گفتم دیگه نشه. اهن گفتی؟ اهن. بیا این کلات هم نمیخوام، به دردم نمیخوره، زشت بود. تربیت. میخوام آقا جون نوسرخان میخواد زن بگیره، تو نمیخوای بری ببینی کیه؟ نه خیر، به من ربطی نداره. به محضی که مهناز و نسیم برسن من آلمان. خداحافظ. باش تو هم برمیدار. چه؟ بده ببینم بابا. الو بفرمایید. سلام. چطور مهناز خوبی؟ مهنازه؟ کدوم مهنازه؟ خانوممه. آها. اتفاقا همین الان صحبتت بود. خوبی؟ چیکار؟ چی؟ آلمان بری؟ از اونجا؟ اباجون میخوای بری آلمان؟ میشه. چی؟ پرواز مستقیم؟ خب بلیط از کجا گیر میاری؟ آها خیلی خوب. پس رسیدی آلمان به من زنگ بزن دیگه. خدا الو چی شو؟ چی قد شد؟ چیزه؟ از باجنور داره مستقیم میره آلمان. کی کارش درست کرد؟ گفتش که همون کسی که ما رو آزاد کرده کار پروازش هم درست کرده، مستقیم از باجنور میره آلمان. آره اصلا اینجا خطیاش فاش دادن باجنور بخم داد میزنن اونجا که فرودگاه داره اصلا. خب راست میگی؟ بیا. یعنی چی؟ آره از باجنورد که تا آلمان پرواز داره اصلا فرودگان. یعنی چی؟ ببین همش زیر سر همین یارو هست که ما رو از زندان آزاد کرده. عجب. آره همش زیر سر اونه. کی ما رو آزاد کرد؟ تو چی فکر میکنی؟ وقتی آب حوض به بدنم میخوره حال میام. حال میدین یعنی چی؟ چیه؟ آب حوض به بدنت نمیخوره که داره به پات میخوره. آی پروفسور قبرسیان ببینم پا جز بدن نیست؟ آره خوبی که این یکی رو فهمید. اینا رو ببین. آره خوش به حالش. ببین چه آرامشی داره. با سنگ بزنم بشه. با دیوونه ای؟ مرض دار. همین این هم که خوب شد فهمیدی. بل کن آقا حیونه. آقا همه چی مشخص شد. همه چی؟ چی؟ آقا مهناز زنگ زد گفتش که همون کسی که ما را آزاد کرده داره میفرستتشون آلمان. آلمان؟ بله. شوخی میکنه؟ شوخی چیه؟ دارم جدی میگم. خب حالا که چی؟ یارو شما چرا پاهاتونی کردین تو آب؟ کیف میده خیلی خوبه. جدی؟ آره یخه بابا. ای بابا با کیف بیکاری میگی کیف میده؟ این دیوانه است. چه کیفی میده ولی جدی میگم. آقا بذار بگم خدمت شما هر شود که ببینید بین این سر و صدا و این شلوغی هایی که تو اتاق علیرضا شد خب
با آزاد شدن ما یه رابطه هست. حس نمی کنید؟ اینو من مطمئنم حتما یه رابطه هست. آره آره. خب یه کاری ببین، پشو برو به اون ماموری، یادتی که باش آشنا شدیم؟ آها. ازش بپرس اونی که ما رو آزاد کردی کی بوده. نه با منو بی خیال شین، من نمیرم اونجا، گاو پیشونی سفید شدم. خودتون برین شهر و سم برو. من من چی آقا؟ اصلا بیا خیش این روانه لباسات کثیفه، چرا اینجوری میری تو؟ این ماهیا گناه دارن تا با اون لباسای کثیف رفتی. بشینم بخواد منو ببینن. لباسات کثیفه ماهیا اینجوری میری؟ بلند شین برین همون بازداشته اون ببینید چی بوده قضیه. برین بلند شو شهر رو برین چیکار کنی ببریم. من نمیتونم بیا، من به من چیزی نکنم. من قشنگ اونی که اومد صحبت کرد چون آزاد بشه رو دیدم. دیدیش؟ آره. بابا آشنای خودتونه. کی؟ بابا همون که همیشه با شما میاد اینجا. سرکار به جون پدرم من بیگناهم. خیلی پر روی یا خیلی پر روی. بابا زدی چهار نفر اعتبار کردی من میگم بیگناهم. برو پایین ببینم. حالا ببینم دقیقاً کدومو میگی، کدوم لاتر میگی. بابا همون کموه دیگه بی‌نمکه یه جوریه. شناختی نه؟ آره. فهمیدم کیو میگی. اه؟ فهمیدم. کی به فریدون و فرهاد گفت برن اونجا؟ خب آقا جو رفتم پرسجو کنم ببینم میتونم بفهمن که کی بچه ها رو آزاد کرده یا نه. خیلی بیجا کردن، هر کی آزاد کرده. مهم این بود که بچه ها آزاد بشن که شدن. کاملا درسته، نسخان درست میگه. چه فرقی میکنه کی آزاد کرده؟ مهم اینه که اونه که باید آزاد میشه آزاد شد. بس گشتاس با علی رضا چی؟ اونام به موقعش آزاد میشه. من که میگم آقا جون شما این چه ریختی؟ چرا این میمون آویزون درخت شدی؟ شما نمیخواد حرف بزنی؟ من اصلا نمیخواد چی بگی. من چی آقا جون؟ تو که اصلا حرف نزن. همین من چی هم بی خود گفتی. اه چیه؟ این کار تو در میزنم، برو واکن. آره بودو ببین. چیه؟ من میدونستم چی میخواستم بگم. نمیخوام حرف بزنی. اه حداقل آویزون شد. نه بابا جان. سلام. آقا همه چی معلوم شد. معلوم شد. این یارو ماموره وقتی به من مشخصات طرف رو گفت من مثل تیر فهمیدم کی بوده که بارو آزاد کرده. کی بوده؟ بیا تو نفله. نفله؟ نفله چیز آقا زیاد چاکرم نوکر قربتم. سلام به افتخار آق نصرت و وابستگان دور و نزدیک. بیا نوکرم فدای آقاتون بشم. چاکریم آقایون در خدمتیم. یعنی آقا زیا بوده اینا رو آزاد کرده؟ پس کی بوده میکی جون؟ من بودم دیگه. ما ناسلامتی چند سالی حبس کشیدیم، تجربه داریم، اقندلکمش 50 تا آشنا که داریم. تازه آق نصرالدین نبوده که. رفتم جلو ماموره وایستادم گفتم که همین الان فریدون فرامرز فرهاد آزاد کن. گفت چش آقا زیا. گفتم فرداش شهروز آزاد کن. گفت چش آقا زیا. گفتم با علیرضا و گشتاس همچین حال نمیکنم، یه چند روزی بمونم. گفت چش آقا زیا. تازه بعدش مأموره گفت دیگه چی؟ گفتم پیچ پیچی لئونارد داوینچی. راست میگی؟ گفت نه 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 اون پیچ پیچی رو نگفتم، اون لئونارد داوینچی هم ترسیدم بگم. آقا زیا شما که تونستی یه کاری کنی برای گشتاس هم یه کاری میکردی. آره دیگه والا. چشم به چشم آبجی های عزیزم. علیرضای بیچاره کاش من علیرضا نوکر همتون هم هستم، اونم به چشم. اما بذارید یه چند روزی اونجا بمونن ادب شن. تازه آق نصرت به جون آنوسا خیال نکنی من به خاطر مسائل مادی و مالی و اینا این کارا کردم. شما همین الان ام بفرمایی اصلا هر کاری بگید بنده انجام میدم. اصلا همین الان حرف پول و وسط بکشی یا به جون آق نصرت کفلمه میرم کف زمین قشو میدم. ماهی ماه دستتون درد نکنه آقا زیا. جونم آقا آخه بدون هیچی هم که صلاح نیست، اصلا نمیشه. آره شما این همه زحمت کشیدین، ما بالاخره باید یه جوری تلافی کنیم. چاکرین قربون شما. شما تشریف بیارین با من
بریم تو ساختمون. من میخوام خدمت پول اونجاست. بله چکریم. دستتون درد نکنه. افتخارتون. اصلا باور نمیشه. چرا؟ یاد نکنه. اصلا بهش نمیاد. فکرش میکردی؟ نه اصلا. آقا جون دمش گرم، میخواد یه حال حسابی بشه. آره دیگه آقا جون. حسابی ها. بکن گردم. اصلا میری. بیا ببینم. شکر آقا نصر. آقا ما خیلی مخلصیم ها. به جان آقا نصر دیگه خیال نشه که ما به خاطر پول این کارا رو میکنیم. البته اگه نشد پشت پرداخت بشه ما دریافت میکنیم، اما به جون آقا نصر کشیدن این حراز لاواش تو زندان کشیدنشون بیرون کار مشکلی بود، اما ما یه پیکایی داریم، یه پارکایی داریم. ما بچه ها رو آزاد کردیم. بح دست شما درد نکنه آقا، خیلی مخلصیم. بعد که آزاد کردیم اگه کاربار دیگه هم داشتیم ما در خدمتیم. به افتخار آقا نصرت. جونم آقا نصرت جواب منو بده. بله تو بچه ها رو آزاد کردی. آقا نصرت کی آزاد کرده؟ من آزاد کردم دیگه نوکرتم. تو بچه های من آزاد کردی؟ من نبودم. آره یه چیزایی داره جوی آنوسا یادم میاد. آره من نبودم. اما کجا می آنوسا؟ به جوی آنوسا من بیگناه. من یه همچه خواستم یه کاری کرده باشم. شما ناامید نکنم. آنوسا داره یه چیزایی یادم میاد که اینا رو آزاد کرده. بهت بگم. درسته آنوسا. چی نه آنوسا درسته؟ اینی گفتن حله. حالا دلم میخواد که آه میکردی. به افتخار خودت دیدن آه کنی. چیه آه؟ به افتخارت آه.